نداء الحق صوت قد شجاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام و سلام و درود خدمت تک تک شما عزیزانی که ما را همراهی میکنید در این برنامه ها، که هر یکی از این برنامه ها برای ما پیام ها داره. هر یکی از شخصیت هایی که ما باش آشنا میشیم درس ها، اندرز ها و پیام هایی واسه ما داره تا ما اونها رو در مسیر زندگیمون ازش استفاده کنیم و ما هم بشیم ستارگانی درخشان و جاویدان در آسمان بشریت. یکی از این شخصیت هایی که ما امروز میخواییم باش آشنا بشیم یه متخصصه و به ما میگه که باید در مسیری که میریم در یک علم، در یک دانش متخصص باش، در یک علم همه چیز رو یاد بگیر، از علوم و اندیشه های دیگر، دانش های دیگر، میدان های دیگر، از هر یکی بهره ای بردار، اما در یک قسمت متخصص باش. و یه پیامی به نوجوان ها میده، به نوجوان های ما میگه که برای هدایت جامعه شما بهترین نیرو در اختیار شماست. شما میتونید جامعه رو عوض بکنید، شما میتونید جامعه رو تغییر بدید، شما میتونید تحول آفرین باشید، شما میتونید مثل ابراهیم بت شکن باشید. افکار و اندیشه هایی که در ذهن ها مثل بت شده، باورهایی که مثل بت شده، آداب و رسومی که مثل بت شده و مردم دارن اونها رو تقدس میدن. آقا ملت ما اینجا، این از عادات و رسوم ماست، این از اینا بت شده، مردم خودشون رو حقیر میکنن در مقابل این بت‌ها. این بت‌ها رو بشکن، این عادات و رسوم رو بشکن، این باورها رو بشکن، بیا جامعه رو رشد بده تا جامعه خودش رو بشناسه، توانمندی‌هاش رو بشناسه، قدرت‌هایی که خداوند درش گذاشته رو بشناسه. اهتمام بدیم به آموزش دیگران و در راه کسب علم و آموزش از هیچی دریغ نکنیم، سفر کنیم، بریم، سختی رو تحمل کنیم تا بشیم متخصص. معاذ ابن جبل این پیام رو به ما میده و اون کسی که حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایشون رو به عنوان متخصص معرفی میکردن، مدرک تخصصی ایشون رو پیامبر امضا کرده. پیامبر میفرمودن اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. دانشمندترین این امت، متخصصترین این امت در مورد حلال و حرام معاذ است. هر چی میخوای که بدونی حلال یا حرام معاذ. هر قضیه که توش صحابه میگفتند آقا این رأی چه، معاذ ابن جبل این انسان بود، یک نوجوان زرنگ پر انرژی و بسیار زیرک بود که با مصعب ابن عمیر آشنا شد. وقتی مصعب رفت به مدینه، خود مصعب حکایتی است که اسلام چه خدمت هایی که این مصعب ابن عمیر به اسلام کرد. مصعب ابن عمیر پایگاهی که بعداً مرکز اسلام شد، اون زیربناش رو مصعب ابن عمیر گذاشت. معاذ ابن جبل از جمله افرادی بود که در مکتب مصعب رشد کرد و بعدش هم وقتی اهل مدینه رفتن پیامبر رو از مکه دعوت کنن بیارن مدینه و رفتن اون 70 و چند نفری که رفتن، 72 نفری که رفتن اونجا، یکیشون همین مصعب بود که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در شب عقبه بیعت کرد. مصعب یک کار ابتکاری کرد. وقتی اومد به مدینه با بعضی از دوستاش، همسن و سالای نوجوانا، اونا اومدن یک کار ابتکاری دبش کردن که یک پیام برای جوان نوجوانا که شما چقدر قدرت دارید و چه این مخه رو به کار بندازید. مصعب اومد و چند تا از جوانان رو جمع کرد، گفت ما بیاییم بت شکن بشیم. این افرادی که هنوز
پیرمردا و افراد سالخورده‌ای که هنوز با اون عادات و رسوم قدیمی، با اون باورهای قدیمی گره خوردن و نمیتونن از اونها خودشون رو نجات بدن، بیا ما کمکشون کنیم نجات پیدا کنن. یکی از این افراد اسمش بود عمرو بن جموح. عمرو بن جموح یک پیرمرد پولدار از پولدارای بنی سلمه یثرب بود، از اون خان خبنا، و یه بت خوشگل زیبایی واسه خودش تراشیده بود، اسمش هم گذاشته بود منات، و این رو هر روز می اومد با عطر و گلاب و اینا شستشو میداد، می اومد عبادتش میکرد. این بچه ها اومدن یک فکری کردن که ما چه کار کنیم. هر کاری میکردن با این عمرو بن جموح، این مخش کار نمیکرد که چطور من عبادت نیاکان خودمون، این بتایی که اینقدر روش خزینه کردم، این رو بذارم ول کنم بیافتم دنبال کی؟ دنبال این نوجوانی که از مکه اومده، حالا سر و تهش رو هم نمیشناسم کی به کیه، همه پدرای ما یعنی اشتباه کردن، این پسر بچه داره درست میگه. این بچه اومدن که چه کار کنیم. یه روز یه فکر بکری به سرشون زد، رفتن نیمه های شب مناطه رو برداشتن، همین بوته رو بردن یک گودالای اهل مدینه، اشغال و مشغال و اینا رو شنون تو گودالایی مینداختن، بعد روش خاک میریختن، بعد توی همین گودالا که هرچی کثافت و مسافت اونجا ریخته بود همینو اونجا پرتاب کردن و ددر رو. صبح روز بعد عمرو بن جموح اومد که میره پیش خداش، خدای نیست، غیبش زده، خدای کجا رو برده، کی برده، چی کار، هیچو خبر نداره. این ور و اون ور و این ور و اون ور بگرد دنبال خداش که گم شده، این همه پول دادم روش، این همه پول خزینه کردم، این چه دستمالایی به اون گرانقیمتی رو میپوشم، ابریشم از کجا آوردم این رو توش میپیچودم. رفت و دید که تو کثافتا، تو گندا، این خدای اونجا افتاده، ورش داشت و گریان اومد، داد و فریاد، کسی بدونم که این که بوده که با خدای من چنین کرده، پوز از سرش میکنم و هر بلایی سرش در بیارم، چشاشو میکنم و داد و دریان و تهدید و اینا آورد و عطر و گلاب و اینا آورد و این خدای رو خوب شست و لباساش عوض کرد و باز گذاشت سرش و بعد معذرت خواهی کرد و ازش خیلی پشیمونی کرد که من مواظبت نبودم، تو رو گرفتند و بردن، اما بدونم که چی کی با تو این کارو کرد. بچه‌ها دیدن که بله، این فکر اثر کرد. روز بعد باز در وقتی متوجه شدن که کسی متوجه نیست، گرفتن خدا رو باز برداشتن و بردن توی آشغالداری دیگه انداختن. صبح همون ماجرا و همون داد و فریادا و همون تهدیدا و همون، و بازم پیداش کرد و بازم اومد و معذرت خواهی و اینا. چند بار این حکایت تکرار شد. عمرو بن جموح هم که نمیتونست که شب بیاد دیگه، کشیک بشه، مواظب بود این ور اون ور، نیمه های شب میرفت سر میزد، اما باز یه وقت غیبش میزد. تو اینی که یه فکری به ذهنش رسید، شمشیر رو خوب تیز کرد، آورد به گلوی خدایش آویزون کرد، گفت ببین من نمیدونم که کیه که این بلا رو سرت در میاره، این شمشیر خودت تا اومد گردنشو بزن دیگه، از کسی هم نپرسی. بچه ها باز هم اومدند و گرفتند با شمشیره بردند، از بخت قضا یه سگی مرده بود، همین شمشیره رو با همین خدای و با همین سگه با هم بستند انداختند تو آشغالی. روز بعد وقتی عمرو بن جموح باز داد و فریاد و اینا دنبال خدایی میگرده، دید خدای خدای تو بغل یک سگ مرده ای تو آشغالدانی افتاده. دیگه اینجا مخش سود کشید، بابا من شمشیر رو گذاشته بودم از خودت دفاع کنی، از خودت دفاع نکردی و الان تو بغل یک سگ مرده کثیف چطور برات دارم؟ اینجا بود که تالله لو کنت اله لم تکن انت و کلب وسط بئر فی قرن، با خدا سوگند اگر تو خدا می بودی تو با یه سگ یه جا نمی افتادی، تو یه چای دیگه. اینجا بود که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و مسلمون شد. این بود دیگه کد خدای بنی سلمه. بعد از اون خیلی های دیگه مسلمون شدن و همه خیلی ها میترسیدن از عمرو بن جموح که اسلام بیارن یا اسلامشون رو ظاهر کنن، این بود که همشون اسلام آوردن و عمرو بن جموح هم یک مسلمون بسیار خوبی شد.
بعد از اون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یاران به مدینه تشریف فرما شدن، معاذ بن جبل چون سایه دنبال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، نوجوان بود، خیلی زرنگ، خیلی باهوش، و هرچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هر درسی داشتن، هر حدیثی میگفتن، هر آیه از قرآن کریم، همه اینها رو حفظ میکرد. بعدها یزید ابن قطیف میگفت که من وارد مسجد حمص شدم، دیدم یک جوونی مثل نور، مثل گل گلاب شنگول میدرخشه در بین مردم، مردم دور و برش جمع شدن و کسب علم میکنن. پرسیدم این کیه؟ گفتن معاذ بن جبل. معاذ بن جبل یک معلمی بود که در همه جا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و بعد از اون خلفای راشدین ازش استفاده میکردن و ایشون رو میبردن. در یک وقت ابو مسلم خولانی میگفت که در مسجد دمشق بودم، دیدم که بسیاری از صحابه نشستن و اگر مسئله ای میشه رو میکنن به یک جوون خوشتیپی، از ایشون میپرسن. گفتم بابا این صحابه بزرگ از این ایشون میپرسن، این کیه مگه؟ گفتن این معاذ بن جبل. معاذ متخصص بود، یعنی کسی که مدرک تخصصی هم گفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امضا کرده بودن، و ایشون از اون 6 نفری بود که در حضور خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم قرآن رو می نوشتن. پیامبر املا می کردن و ایشون می نوشتن. صحابه قدر ایشون رو خیلی خوب می دونستن. ایشون عالم و دانشمندی بود که حتی خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه وقتی که عتاب ابن اسید رو به عنوان استاندار مکه تعیین کرد، معاذ رو باش گذاشت به عنوان معلم و آموزگار مکه. بعد از اون معاذ رو حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستادن به یمن. در اواخر عمر پیامبر بود که معاذ رو پیامبر به یمن فرستادن و معاذ رو سوار بر اون شطورش و اسبش کردن و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در رکاب معاذ پیاده می رفتن. پیامبر معاذ رو خیلی دوست داشت و پیامبر و معاذ خیلی محبت خاصی به هم دیگه داشتن، و در همین اثنا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم معاذ مقداری راه رفتن، دوری براشون سخت بود، و به معاذ گفتند که معاذ شاید بعد از امسال منو دیگه نبینی، شاید وقتی که برگردی از یمن به مدینه من نباشم و قبر منو در کنار مسجدم ببینی. معاذ خودش رو نتونست کنترل کنه. چطور من معاذ از مدینه دور باشم و پیامبر از اینجا بره؟ چطور من معاذ فردا بتونم وارد شهری بشم که تو اون پیامبر نیست؟ معاذ با دلی شکسته و با چشمانی گریان لبیک گفتند به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و رفتن به یمن و مدت‌ها در یمن موندن و اهل یمن دین و ایمانشون رو از معاذ فرا می‌گرفتن. و بعدها وقتی که سال بعد وقتی که معاذ اومد دیگه در مدینه پیامبر نبود و در کنار خلیفه پیامبر حضرت ابوبکر و بعد از اون در زمان حضرت عمر معاذ همچنان معلم بود، معلم علم و ایمان، معلم قرآن. و در زمان حضرت عمر معاذ رو حضرت عمر فرستاده بود پیش کلاب، اسم قبیله ای که بره از اونجا اون زکات و اونا رو جمع آوری کنه بیاره. معاذ هم رفت و اونا رو جمع آوری کرد و اومد. وقتی اومد خب به هر حال رفته مأموریت دیگه، حتما یه پول خوبی دست گیرش اومده، هدیه ای چیزی واسه خانمش اینا گرفته باشه. خانمش پرسید که خب رفتی مأموریت اومدی یه چی واسه من آوردی؟ با همون لباسی که رفته بود با همون لباس برگشت. حالا چه بگه به خانمش؟ گفت که میدونی چیه، یک افرادی همچین چارچشمی منو مراقبت میکردن که نشد دیگه چیزی بگیرم. به خانمش خیلی برخورد که تو معلم و متخصص و عزیز پیامبر، پیامبر تو رو به یمن فرستاد، پیامبر اینور اونور تو رو فرستاد، هیچ وقت کسی رو ناظر نکرد که تو رو مورد نظارت خودش قرار یک جاسوس باشه رو سر تو. این عمر اینقدر دیگه، حضرت ابوبکر هم این کار رو نکرد، عمر کی باشه که این کار رو بکنه؟ خیلی بهش برخورد. این حرف رفت، یه روزی همچنین گله کرد پیش همسرای
عمر تو خانواده عمر که دیگه عمر باش که روی معاذ افرادی میذاره که اون رو ناظر عشق باشند. و بچه های خانواده عمر دیدن واقعا یعنی بابای ما به معاذ اعتماد نداره، اینو مطرح کردن. عمر گفت ولی من اطلاع ندارم. معاذ خواست گفت معاذ جان من تو رو فرستاده بودم مأموریت، من کسی دیگر رو نفرستادم که تو رو محاسبه کنه. و تو مگه میشه که من روی شما شک داشته باشم که کسی بیاد معاذ رو زیر نظر داشته باشه؟ گفت والله امیرالمومنین من تو من منظور خاصی نداشتم، من اومدم چیزی باسم نبود، خب خواستم بگم که دیگه یعنی ملائکه منو زیر نظر داشتن که نمیشد که من از مال مسلمین بردارم، این منظور من بود. حضرت عمر خندید و گفت که خب پس اینطور قضیه اینجاست. و یه چیزی هم دادن، هدایایی گفتن که اینا رو به خانمت بده و راضیش کن که دلشش که از این چربی بذاری ماز. بعد وقتی که شام و فتوحات شام شد، استاندار شام از حضرت امیرالمومنین عمر افرادی رو خواست که بیان اهل شام رو اسلام درس بدن، بعضی از متخصصین رو عمر به اونجا اعزام کنه. خب شام منطقه بزرگی بود، خیلی هم مهم بود، باید مردم دینشون رو یاد بگیرن. بهترین متخصصان کی بودن؟ اونایی بودن که قرآن رو در محضر پیامبر نوشته بودن، اینها بهترین متخصصای قرآنن. 5 تا از اینا رو که مونده بودن در اون زمان حضرت عمر خواستن: معاذ بن جبل، عبادت بن صامد، ابو ایوب انصاری، ابی بن کعب و ابو الدرداء. گفتن که من میخوام 3 نفر از بین خودتون قرعه کشی کنید و بفرستید و میخوام بفرستم به شام به عنوان معلمای اعزامی شام. اونا جوونا فوراً گفتن که امیرالمومنین نیاز به قرعه کشی نیست. اولنش که ابو ایوب انصاری سنی ازش گذشته، دیگه برای سفر مناسب نیست ایشون رو هم بفرستیم، مریض هم که هست. عبی هم که خیلی مریضه، ایشون هم که نمیتونن سفر برن، پس میمونیم معاذ بن جبل، عبادت بن صامت و ابو الدرداء، هر جو که ما رو بخواستید ما در خدمتیم. حضرت عمر ایشون رو فرستاد، گفت اول برید به همس، اهل همس رو اونجا دوره های آموزشی بذارید، بعد از اون که خیالتون راحت شده از همس، یکیتون بمونه به همس و یکیتون بره به دمشق و یکیتون هم بره به فلسطین. و همین کارو کردن و عبادت بن صامت هم مون در همس و ابو الدرداء رفت به دمشق و معاذ بن جبل رفت به فلسطین. معاذ زندگیش تمام علم بود، دانش و رساندن پیام اسلام به همه مردم در هر جا که تصور میکنی، روستاها، شهرها و با هر نوع از افراد، بزرگا، کوچیکا، خانمها، آقایون، با همه معاذ برای همه دورهای آموزشی گذاشت، همه رو قرآن و تلاوت قرآن، تفسیر قرآن، حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، فقه، عقیده درس دادن، تا اینی که بیمار شدند و احساس کردند که اجلشون رسیده و میگفتند مرحبا بالموت، مرحبا، خوش اومدی مرگ، خوش اومدی، چقدر در انتظارت بودم، چه عشق و علاقه و شوقی منو داره به طرف تو میکشه تا من برم پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و یاران. و دعا کردند و گفتند پروردگارو تو میدونی که من این دنیا و موندن در این دنیا رو به خاطر دنیاش دوست نداشتم، نمیخواستم تو این دنیا باشم تا باغ با و بستان واسه خودم درست کنم یا بیام خونه و زندگی واسه خودم درست کنم. من عشق موندن در زندگی رو به خاطر روزهای گرم روزه و به خاطر شب زنده‌داری ها و عبادت و به خاطر نشستن در محضر علما زندگی رو من دوست داشتم. زندگی رو من مزرعه آخرت می دونستم و واقعیت زندگی هم همینه. زندگی یک سفری است کوتاه، چون اون مسافری که ما اومد توی صحرا درختی رو پیدا کرد، زیر سایه اون درخت لختی نشست و رفت. ما زندگیمون، حکایتمون همینه، لختی در این زندگی هستیم و میریم. نه این خونه و زندگی و مال و منال ما رو همراهی میکنه، نه هیچی. امیدمون به خدا باشه، چشمامون آخرت رو ببینه،
لذت ببریم از بودن در این دنیا به خاطر عبادتش، به خاطر کسب علم و دانش، به خاطر طاعت و رسیدن به دیگران، به خاطر خدمت به خلق خدا، به خاطر دعوت به سوی خدا، به خاطر عشقمون این باشه که خداوند متعال ما رو از ما کار بگیره برای دینش، عشقمون به این باشه که ببینیم لبخندی رو گذاشتیم روز چهره انسانی درمانده، عشقمون به این باشه که تونستیم علمی رو یاد بگیریم یا علمی رو به دیگران برسونیم، عشقمون این باشه که بتونیم سبب هدایت انسانی باشیم. عزیزان، این معاذ بود که رفت، اما واسه ما این پیام ها رو گذاشت، واسه ما گذاشت که متخصص باشیم و در مسیر تخصصمون را بیفتیم و به دیگران علم و دانش بیاموزنیم، و به ما گفت که قرآن، با قرآن انس بگیرید، با کلام الله انس بگیرید و با دستورالعمل‌های قرآن و حدیث زندگیتون رو بچرخونید. بیاید عزیزان چند روز آینده خودمون رو بر معاذ بودن تربیت کنیم تا بتونیم بعدهاش هم چون معاذ باشیم و در تاریخ ما هم نامی بیادگار بگذاریم تا در آیندگان بگن خدا پدر و مادرش رو بیامرزه، و وقتی هم رفتیم پیش خودمون در بهشت برین جایگاه خودمون رو دریابیم در کنار خودمون، با اونجا هم با معاذ و رسول الله صلی الله علیه وسلم و یاران هم کلام و هم سخن و هم مجلس بشیم. الحق صوت قد شجاني.